میدونستید که تا قبل از انقلاب 57 در تقویم رسمی ایرانیان 24 اسفند روز پدر بود. اما با پیروزی انقلاب روز پدر به 13 رجب روز تولد امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرد. اما چرا 24 اسفند؟ 24 اسفند روز تولد رضا شاه. رضا شاهی که در حکم پدر برای ایران بود و خدمات زیادی به ایران اون زمان کرد. ولی خیلی ها او رو رضا قلدر نامیدند. آیا می دونید دلیل این نامگذاری چیه؟ برای شنیدن بخش های از کارهایی که رضا شاه در ایران انجام داد و دلیل مخالفت مردم با او با این ویدیو همراه باشید. ممنونم که کانال تاریخنامه رو برای بالا بردن اطلاعات تاریخیتون انتخاب کردید. وقتی رضا شاه در ایران به قدرت رسید، سوزاک و سفلیس بیداد میکرد. بیشتر مردم سوزاکی و سفلیسی بودند. بیمارستان فارابی رو برای درمان بیماری تراخم چشم افتتاح کرد و دستگاهی از اروپا سفارش داد و گذاشت در بیمارستان سینا تا کچلی ناشی از شپش رو درمان کنند. در آن روزها کمتر ایرانی بود که شپش از سر و رویش بالا نره. رضا شاه در اون زمان ویرانه ای رو تحویل گرفت که حاصل سالها عیاشی پادشاهان قاجار بود. با ملتی که با تنبان در خیابان میخوابیدن و شهرهایی که فلاکت از سر و روشون میبارید. رضا شاه جمله ای داره که میگه حکومت به مردمی که شپش از سر هم دیگه میگیرند و دائما با بیماری و فلاکت دست در گریبان هستند نه لذتی داره و نه افتخاری. و اما چه شد که رضا شاه رو به رضا قلدر میشناختند؟ اواخر سال 1304 شاه اداره سجلات رو تأسیس کرد و مردم رو موظف کرد که با مراجعه به این اداره نام خود و همسر و فرزندانشون رو ثبت کنند و برای خودشون نام خانوادگی انتخاب کنند تا اولا حکومت بتونه برای ارائه خدمات آمار رسمی از پراکندگی نفوس و جمعیت ایران داشته باشه و در ثانی هویت هر فرد ایرانی مشخص باشه. اما مردم با تحریک تعدادی از روحانیون اعتراض کردند که شاه و عمله هوسرانش میخوان نام زنان و دختران ما رو یاد بگیرند و به اجنبی بدن و از ارائه اطلاعات خودداری کردند. شیخ میرزا صادق تبریزی فتوا داد که گرفتن سجل حرامه و حتی اگر بدون سجل اجازه ندادند که کسی به حج بره، حتی نیاز نیست به حج بروید. یعنی حتی ممنوعیت حج هم نتونست مردم رو وادار به اطاعت از قانون بکنه. عده‌ای حتی حسین علی بنی آدم رئیس اداره سجلات خمین رو به جرم اینکه قصد داره اطلاعات نوامیس مردم رو به اجنبی بده مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این شرایط رضا شاه مجبور شد تا مردم رو با زور چوب و شلاق وادار به ارائه اطلاعات بکنه. روزی مردی به نام میرزا بها که از ارائه اطلاعات خودداری میکرد به دستور شاه آنقدر کتک خورد تا نام همسر و فرزندانش رو گفت، بعد هم نام خانوادگیش رو برای تنبیه شدن دیگران میرزا بهای کتک خورده ثبت کردند. در سال 1305 برای پیشگیری از بیماری های پوستی و رعایت بهداشت عمومی رضا شاه استفاده از خزینه رو که از دوره قاجار به جا مونده بود ممنوع اعلام کرد و به همه دستور داد تا از آب دوش استفاده بکنند. بعد از این ممنوعیت فریاد و مصیبت ها بلند شد که هر آبی جز آب خزینه غیر کر، ناپاک و غسل در اون باطله. اما با زور رضا شاه مردم رو وادار به استفاده از حمام های دوشدار کرد. برای کسانی که پنهانی از خزینه استفاده می کردند شلاق و جریمه نقدی در نظر گرفت. در سال 1315 رضا شاه اتوبوس های بنز رو برای حمل و نقل عمومی از آلمان با کشتی وارد ایران کرد و برای رفاه حال مردم در شهرهای بزرگ قرار داد. در کمال تعجب مردم پای پیاده یا با اسب و الاغ تردد می کردند، اما حاضر نبودند سوار اتوبوس بشن. شاه افرادی رو فرستاد تا علت رو جویا بشند و فهمیدند که مردم عقیده دارند اتوبوس ها از بلاد کفر آمده و نشستن بر روی اونها باعث نجس شدن انسان میشه. رضا شاه مجبور شد که با زور قاطرها و الاغ‌ها رو از سطح شهر جمع بکنه و مردم رو وادار به سوار شدن به اتوبوس‌ها بکنه. با این حال مردم روی صندلی‌های چوبیش دستمال یزدی می‌گذاشتند
تا نجس نشن و عده‌ای هم برای ثواب به تخریب اتوبوس‌ها می‌پرداختند. اقداماتی که برای ترقی و پیشرفت کشور انجام می‌شد و عموماً با تحریک روحانیون و مخالفت‌های مردم متوقف یا کند می‌شد، در این شرایط شاهراهی نداشت جز این که از اجرای طرح صرف نظر بکنه و دست روی دست بگذاره یا اینکه با زور چماق و کتک مردم نادان رو به اطاعت وادار بکنه. رضا شاه وقتی در جریان جنگ جهانی دوم ایران رو ترک می‌کرد، در بندرعباس دستور داد تا تمام چمدان‌هایش را تفتیش کنند تا معلوم شود که جواهرات سلطنتی با او نیست. این مرد که با اراده خودش ناامنی، فقر، بی‌سوادی و بیماری‌ها را از مردم ایران دور کرد، در زمانی که از ایران خارج می‌شد، مردم برای او جشن می‌گرفتند و فریاد می‌زدند: مرگ بر رضا شاه بی وطن، قلدر و قانون شکن. کسی که 38 سال بعد از مرگش، صادق خلخالی، مقبره او را ویران کرد و به دنبال جسدش می‌گشت تا آثار او را محو بکنه. آیا روزی دوباره برای این مرد بزرگ مقبره ای ساخته خواهد شد؟ ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون میشم که با لایک و کامنتاتون از ویدیوهای ما حمایت کنید.